آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 4 تیر ماه گفت جامعه جهانی باید تمام فشار خود را بر اینکه قوانین بین المللی در غزه رعایت شوند متمرکز کند. همکارم در رابطه با آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به غزه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 4 تیر ماه گفت جامعه جهانی باید تمام فشار خود را بر اینکه قوانین بین المللی رعایت شوند متمرکز کند. وی در ادامه افزود تعداد کشته شدگان در غزه از زمانی که من دبیر کل بودم در هیچ درگیری دیگری سابقه نداشته است. این بدان معناست که حفاظت از جان غیر نظامیان به عنوان یک اصل کلیدی در انجام عملیات نظامی لحاظ نشده است. گوترش همچنین تاکید کرد از سوی دیگر قوانین بین‌المللی وجود دارند و دادگاه‌هایی بر اساس این قوانین حکم می‌کنند و حکم و دستور آنها نیز باید در هر شرایطی اجرا شود. در پی ادعای اسرائیل مبنی بر دخالت اعضای سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک در حمله 7 اکتبر حماس به این کشور، برخی کشورها از جمله ایالات متحده، کانادا، ژاپن و آلمان کمک‌های خود به این سازمان را متوقف کردند. یک کمیته مستقل با انتشار گزارشی اعلام کرد که اسرائیل نتوانست است مدارک لازم برای اثبات ادعای خود را ارائه کند. عربستان سعودی که کمک‌های خود به این سازمان را قطع نکرده بود، با انتشار بیانیه‌ای از این گزارش استقبال کرد. متعاقباً وزارت خارجه آلمان نیز اعلام کرد که کمک‌های این کشور با همکاری نزدیک متحدان بین‌المللی اثر گرفته می‌شود. کانادا، بریتانیا، سوئد و چند کشور دیگر نیز پیش از انتشار این گزارش نهایی ارائه کمک‌ها به آنروا را آغاز کرده بودند. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان هم روز جمعه 31 فروردین ماه از تلفات بالای انسانی در حمله اسرائیل به نوار غزه طی ماه‌های گذشته انتقاد کردند. وزرای خارجه گروه 7 شامل آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و ژاپن در بیانیه مشترکی که روز جمعه منتشر کردند تصریح کردند ما از تلفات جانی غیر نظامیان ابراز تأسف می‌کنیم و با نگرانی از تعداد غیر قابل قبول غیر نظامیان کشته شده از جمله هزاران زن، کودک و افراد آسیب پذیر یاد می‌کنیم. این بیانیه که نسخه ای از آن در سایت وزارت خارجه بریتانیا منتشر شده در ادامه می افزاید با شروع عملیات نظامی تمام عیار اسرائیل در منطقه رفح مخالف است، چرا که این کار عواقب فاجعه باری بر ساکنان این منطقه خواهد داشت. رفح در جنوب غزه تنها منطقه باقی مانده در کنترل گروه افراطی حماس و رهبران آن است و طی هفته‌های گذشته اسرائیل بارها از قصد خود برای حمله زمینی به آن خبر داده است. آمریکا و اروپا همراه با اسرائیل حماس را گروه تروریستی تلقی می‌کنند. وزرای خارجه گروه 7 در نشست جزیره کاپری ایتالیا از اسرائیل خواستند یک برنامه معتبر و قابل اجرا برای حفاظت از جان غیر نظامیان ارائه دهد. در جریان حمله گسترده و بی سابقه گروه حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه سال گذشته 1200 نفر کشته و حدود 240 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. اسرائیل در واکنش به این حمله در غزه دست به یک عملیات نظامی زد که همچنان از پایانش خبری نیست. به گفته یه مقامات بهداشتی غزه که تحت کنترل حماس است، از زمان آغاز جنگ در غزه بیش از 33,000 نفر کشته و بیش از 76,000 زخمی شدند. مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز 29 فروردین اعلام کرد از زمان آغاز جنگ در غزه تا کنون بیش از 13,800 کودک فلسطینی کشته شدند.
رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند به دلیل عدم دسترسی به منطقه غزه نمی‌توانند به طور مستقل تعداد کشته شدگان را تایید کنند.